سلسله افتیدن. بودو سوغات ما. بیا بیا هیدر بیگ، بیا اسبتو آب بده. تشنش نیست، زود باش بریم. بریم؟ چه جختی داریم؟ بیا یه جلبازی خوب نیست بالی، بچه ها رو صدا کن بریم. باش. آهای بیا آهای بچه ها بگرده یخلا بیشاره یه در بدن نفع نمیشنوم. تو بیا بریم اونجا. بیا پیش و قومیم، بزرگترمی، خیلی هم باهات دوستم، ولی کاری نکن بچه ها حرفمو نکنه. بیا بیا وقتی دوتایی شدیم هر چی دلت خواست نصیحت کن. منم بالای چشم. بیا زود باشین، زود باشین، معطل نکنین. سه نفر رو پل وسط یه قیبیش نیست. بیا
خوش بستین ها؟ میگم سیچه دستش بستین، سیچه سینچه دلمون خواسته مگه نه گرگیز؟ بله که دلمون خواسته، پس چی؟ آدم کشته یاقی شده یه نفره کتک زده کولای رفیق شد از دیده اصف دازده اصف دروغه، دروغه، دروغه ها خود دروغه، نه بچه من گفتم دستاشو ببندم، من می تو کی هستی؟ عزیز خان دستور دادن ما متاعت کردیم مدعی هستی؟ ایخو همه میدونن دروغه، دروغه، دروغه عزیز خان باقی بیش دوسته، می چیکار کرده بگه دستاش ببندین؟ راست یا دروغ به تو هیچ دخلی نداره، مگه نه بچه ها؟ ها، نه بچه هیچیانی پسر قمر، هرچی هم خوب بگی باز آمد تو سرتره این گدا بی سمر هم من سرتره؟ نه بچه، پادشاهی هفت عالم هم خوب بشی باز آمد تو بهتره بخندین یا گریه کنین همیه خو گفتم همین خو گفتم تو دختر کی هستی؟ بابات نگفته با مرد غریبه یکی بدو نکن؟ گفته، خوبم گفته اما ولی ببینم، میتونم مردی سیمو تو فهمی کشی؟ سیمو؟ په بمون تا بگمه خبر شلوغ بلوغا را هور پرسیدم چه خبر های هورا انداختی کجا را فتح کردید خبر خوشحالی میبری کیوشو گرفتیم ببریم قلعه کار خلافی کرده خان گفتم ببریمش قلعه آره قبیش تو کار خلاف کردی خودش که میگه نه برای چی دستشو بسته تو دیگه سردسته ما نیستی میرزعلی اون وقتا مرد که میزد میخه گوشمون هیچ چیز نمیگفتیم این یادت نره تا بعد بذار من بهت بگم میرزلی بیش یه اسبای گله خانو برده فروخته هاشا میکنه میگه یه شازده با قشونش اومد به زور از دستم گره یه شازده با قشونش خفه خون بگیرین تو خودت 20 سال سردسته تفنگچی ها بودی هزارون از این حرفا شنیدی یه همچین دروغی تو کتت میره اگه اون دروغ و قبیش باشه ها باور میکنم درسته سید؟ من بهتر از تو میشناسمش میرزلی هرچی نباشه اقل کن 10-15 سال با هم همبازی بودی اما اسماعیلت هم تا میتونست و تیغش میبرید از این کارو کرد هنوزم که پاش نبه گوره دست بر نداشته ببینم اوت به کجا رسیده و کجا رو گرفته اگه خیلی خورده و برده تو هم پا تو جای پاش بزن اون بابا نداشتی و یتیم بزرگ شدی اینو بهت گفتم که مشغول ذمه مرده نباشم وگرنه من هم تو رو خوب میشناسم پسر قمر هم عمو اسماعیل تو عمو اسماعیل آقا مباشر و پیشکار و همه کاره خانه ها از که هست؟ منظور؟ منظورم اینه که با خان طرفی حواست باشه من که هنوز نگفتم خان بیجا کرده گفته دستای بچه مردم رو ببندین جلوی همه آبروش رو ببرین گفتم زید من نشنیدم اصلا تو چه کاره ایو برای چی من باید به استنتاق پس بدم تو شاهد باش سید دیدی که از گل نازکتر بهش نگفتم هرچی دلش خواسته به عزیز خانم اون من گفته من دوست میرزا علی هم اینو همه میدونم بگرد یه شاهد بیطرف پیدا کن این ابراهیم هم پسرشه مثل من طرفیت داره بیا این قلعه به خود خان بگین من کاره ای نیستم آکه تو کاره ای نیستی من چی دارم بهت میگم؟ را بیافتین
ایجا میکنه کسی ازش تکون بخوره. برو دست قیبشو باز کن ابراهیم. گوش کن میرزری، جلو همه دارم بهت میگم. تفخون به جیکو ساله یک گاب نلشته. تو هنوز خیلیت مونده برای من زبون تیز کنی. برو دستشو باز کن ابراهیم. همین؟ همین؟ از هیچ که نخور قلی، ما مثل شیر پشت سرت باستادی؟ الان چاله عمومه تو دل افسار سر خور، مثل شیر، تو سگ و گربه هم نیستی. محص حرمت توی سید ما دست رو دست گذاشتیم، بعدن اگه چیزی شد نگین تقصیر ما بود. من که گفتم دوست میرزا علیم، نگفتم؟ خیلی خوب. سیر ماهاتون تو همه تو چرا یه چیزی نمیگی سید؟ من دوست قیبیش و ابراهیمم. ها ابراهیم بابات چی میگه امروز افتاده رو دور از همه داره نسق میگیره؟ ای ناغلا ایچی نشده دست یکی کردین منو کنار بذارین؟ کدومتون قلدرترین اول اونو بندازم باقیتون بترسین در رو؟ ما تو بکن داریم برای تو خوش طبعی میکنیم. این چه خلقیه؟ آبروم رفت سر قمر، آبرو حیثیت هم برد. بیا حرف خلخلی نزن، سر قمر آبرو داره بتونه آبرو کسی رو ببره؟ اگه کسی ننه باباشو نمیشناسه، اگه نمیدونن کی بزرگش کرده، کی حکم و مقام بهش داده. بیا گوش کن قبیش، نباید کار به اینجاها برسه که بیان کتای مردم رو ببندن روز روشن تو آبادی بگردونن. یه آدم زنده باید دستی به جنبونه تا بفهمن دنیا اونقدران بی سر و صاحب نیست. تو هم گوش میکنی ابراهیم؟ بله بابا. به تو هم میگم، به خودم و سیدم میگم، آدم باید مرد باشه، مرد. اینجوری خوب و درسته، نه اینه نجاست نبودش از بودش بهتر و واجبتر.
نمیان. نمیان؟ رنگیز خان بگیر قولی دم در بایستده. باز کن برن تو، بذار برن تو. بابای یکی تا یکی تو؟ مگه نوکر باباهاتون احضار کردین صدا تو صدا انداختین ار رو عربتتون گوش فلک رو کر کرده؟ آدمیت سرتون نمیشه؟ قدگی ارزن فهمیدگی نداری؟ مگه هموم داد و قار را انداختی؟ علیک سلام اج به روح بابای هرچی ایش به گفته مثل شما هست. اسمایل آقا نمیخواد زحمت بکشی، خسته میشه. زودتر از شما خبر فتح و فتوحتون آوردن. میرزا علی و سید راتون رو بستن، اون بابا گور به گوری رو گرفتن بردن. دیگه؟ زنر باب، کرشین! کرشین زیفه ها برن! تو دالون مرتله حکم تیر بهمون بدی. چه حکمی؟ حکم تیر و تفنگ اسماعیل آقا. تو دالون نیست، دم دره، گفته نمیاد تو احضارش کنی. آرش اومده خجالت کشیده، روش نیست بیاد، مگه نه گرگی؟ بله که آرش اومده، پس چی؟ دم در هنوز سوار اسب بشه. تلاش کنید بیا. کسی حق راست و دروغ ترهم کردن نداره. درست تعریف کنید ببینم اصل قضیه چی بوده. میرزا علی کجا درونتونه گرفت؟ کیا همراهش بودن؟ کیا بهتون گفت شما چی بهش گفتید؟ قولی رو صدا کنید بیاد، هرچی اون گفت. قولی! ولی عمو اسماعیل آقا
کار دارم. بیا قولی، بیا. وقتش همه بدونن بفهمن ما چه درد سر میکشیم. اگه نه چون میفته ما بیارزه ما مگه نگل کنی؟ بله که بیارزه. پس چی؟ قولی درد همه میتاتو قولی. مگه اسممو بر میداری؟ قولی 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 مثل شیل باشه سر تیم قولی. از هیچکی نترس. هیچکی از هیچکی هیچکی هیچکی. قولی عزیز خان کارت دارم. پس چه نمیه قولی؟ صداد میزنم بگم چه؟ بگو تا حکم نگیرم پا تو قله نمیذارم. چه؟ یالا حکم به تیر بگید ببینیم. چه حکمی قولی؟ حکم اگه میگیری بگو ماهیونه بچه ها را بدن که شده سالیونه. حکم تیر بگیری کیو بزنی؟ قولی بگین تا حکم ندین سر دستمون پاشو تو قله نمیذاره. حالت خوبه ماموش؟ نه. آقا ماموش چیه ماموش؟ خبری شده؟ نه. چیزی میخوای؟ نه. از برو اینجا با رئیس. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجبه حرمت است و به شکرندرش مدین نعمت هر نفسی که فرو می رود مومن نعمت است و چون بر می آید مفرد ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب از دست و زبانه که براید کرد عهده شکرش به در آید از دست و زبانه که براید کرد عهده شکرش به در آید از دست و زبانه که براید کرد عهده شکرش به در آید عالم پر خرگاه خدا آخر پر آدم خوب و بد خدا خلقشون کرد پر لاک پشت و سوسمار و شیر و قورباغه و ماهی و خرچنگ و خرگوش و نهنگ و همه چی قصه شیر مغرور و خرگوش زرنگ رو براتون تعریف کردن؟ نه خیر دوست داریم براتون تعریف کنم؟ بله ولی من دوست ندارم چون از دیروز بعد از صلات تا امروز صبح بیشترتون بچه های خوب نبود بیشترتون بچه های خوب نبود نبود ببینم چند تا آرزی و شکایت بله
25 تا کار بعد. خب یه همچه دوسته ای که انقدر گوششون به حرف شیطونه چه خوبی داره، چه خوبی داره. به چه حسابی قصه شیر مغرور خرگوش زرنگو براشون تعریف کنن؟ و از این بدتر، ما هنوز همدرسایی داریم که از همه حروف الفبا فقط نونو بلد شدن و عزمم ندارم به این زودی و همه حروفو یاد بگیرم. درست میگم جهاندار؟ کم کلتو به کار بنداز. بریم سر شکایت ها. اولین شکایت مال خار نرگس. سنگ زده است به مرغ و جوجه ها و به مادرش هم دروغ گفته است. دشمن خدا شدی. در آقل گوسفندها را باز گذاشته، بزغاله ها فرار کردن، لانه کلاغ را خراب کرده است. من اسم نمیارم. یکی هم بیاد خونه ای تو رو خراب کنه خوبه؟ حالا اینو گوش کنیم. به بزرگترش سلام نمی کند و صورتش را نمی شود. حالا این که میگم نخندینا. روزی 5 وعده غذا میخوره. روزی 5 وعده غذا. اومدیم سال قحطی شد. نون گرون شد. نون گیرتون نیومد. اومدیم ماه رمضون شد. خب روزشو نمیتونه بگیره. حالا بعدی به عمو میزاقا گفته از قرقرو و کل گلافتاب های خال بیقیس را کنده، جلوی گاو خالو جعفر انداخته، دعوا مرافعه را انداخته. دعوا مرافعه خوبه؟ خوبه آدم دعوا مرافعه بکنه؟ نفر بعدی، خاک به چشم بی بی طاووس پاشید. این کار درستیه؟ این کار درستیه؟ یه شکایت دیگه که شکایت خود من. مثل همیشه از مکتب خانه نرفته خانه و به بهانه مار کشتن کلبه نجف علی رو خراب کرده. کار خوبی کرده باجون؟ نه خیر. کار خوبی کرده؟ نه خیر. کار خوب خوبه یه کار بد؟ کار خوب. 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 کار خوب خوبه یه کار بد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك. علم نشرح لك صدرك. و وضعنا عنك وزرك. و وضعنا عنك وزرك. الذي انقذ زهرك. الذي انقذ زهرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرقت فانسب. فإذا فرقت فانسب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب.
خونه هست؟ علیکم سلام. مگه قرار نبود پیش از صلات کسی نیاد در بزنه؟ آره خونه هست. چی کارش داری؟ بگید یه ترکه پا بیان دم در. تو مسجد گفتن، یادت رفت؟ منم؟ خیش و غریبه و تو و همه. سلام. علیکم سلام. قیبیش پسر کل ابراهیمو گرفته بودن میبردن قلعه. با میرزا علی مجبور شدیم. ببرشون خونه پشتی. نردبونه میذارم پا دیوار. اگه خیلی واجب و حتمی بود از پشت بوم بیای. آقا سید خونه است؟ سلام. علیکه سلام. آره خونه است. چی کارش داری؟ من یه توچه پا بیام. مگه قدقن نکردن پیش از صلات کسی نیاد اینجا در بزنی؟ ما؟ نوکر و آقا و ارباب و رعیت و همه. بزرگه نه، با آقا سید کار نداری. سید کوچیکو میخوام ببینی. پس چرا اونا اومدن قدغن نبود؟ اونا؟ میرزا علی و پسرش و قیبیش و همه. همه کیه؟ ما دیدیم از پشت بود اومدن والا زن آقا. راست میگه زن آقا. یکیش میشی بادومی حله حوله چیزی به ما بدین میگیم پیداشون نکردیم. چه حله حوله ای؟ فول نگیریم نریم بگیم. این بار هر بار نیست زن آقا. این بار چه خبره؟ میرزا علی و قیبیش اونجا قایم شدن. اون میرزا علی نیست؟ باز چه شما دوتا الدنگ و ملدنگ پیداتون شد؟ یه برو گره تو گم کن مرده که ولگرده بیار دله. مردم بفهمن از این به بعد همه به اون میگن الدنگ و ملدنگ، مگه نه گرگی؟ بله که به اون میگن الدنگ و ملدنگ. پس چی؟ اگه یه وقت همه فهمیدن من ملدنگم تو الدنگ، مگه نه گرجیش؟ بله که من ملدنگم تو الدنگ. پس چی؟ خیلی تو نمیفهمی.